درود بر شما. 15 اسفند ماه 1399 خورشیدی و 5 مارس 2021 میلادی. هفته پیش قرار شد، خودم با خودم قرار گذاشتم و به شما عرض کردم که این هفته به سوختبران در جنوب شرقی ایران و کولبران در شمال غربی ایران بپردازیم. بعد در عمل دیدم در این وقت معین و محدود و هر دو موضوع پرداختن در واقع مسله کردن هر دو موضوع میشه. نوکی به این میزنیم، نوکی به اون میزنیم، گرچه هر دو یک دلیل دارن: فقر در دو استان مرزی ایران که اکثریت جمعیتشون سنی مذهبند و کمترین سهم از ثروت ملی میبرن. به هر حال برای اینکه بتونیم به هر دو موضوع دقیق‌تر بپردازیم، بهترین است که امشب به سوختبران در سیستان و بلوچستان بپردازیم با توجه به وقایع جاری در این استان، و کولبران در استان کردستان و آذربایجان غربی رو بذاریم برای هفته بعد، البته اگر اتفاق خاصی نیفته در طول هفته که مجبور شیم رو اون موضوع متمرکز بشیم. کشاکش بین سپاه و کلن بین حکومت جمهوری اسلامی با سوختبران و با کلن مردم بلوچ چیز تازه‌ای نیست، گرچه این بار اتفاقی که افتاد یه مقدار متفاوت بود. شلیک مستقیم جمعی به مردم. از سال 88 سپاه پاسداران میشه مسئول کنترل مرز سراوان در استان سیستان بلوچستان. یکی از کاراش مینگذاری مسیرهای مختلف مرزی بوده. تو این 12 سال، حدود 12 سال، یه دست سوخت برای روی مین رفتن، کشته شدن یا ناقص شدن. ببینین به همین سادگی ما میگیم کشته شدن یا ناقص شدن. اون کولبری که میره و یا رومین کشته میشه یا اینکه با شلیک گلوله کشته میشه، زن و بچهش، مادرش، هر کسی از اعضای هر کسانی از اعضای خانواده یه او چشم راهشن که برگرده و نون شبشونو بیاره. یعنی کشته شدن یک نفر فقط نیست، بیچاره کردن یک خانواده است و یک فامیل. 2 سال پیش که 3 نفر بلوچ با موتورسیکلت داشتن چند تا گالون سوخت می بردن، رفتن رومین و هیچ ازشون نموند. مردم ریختن بخشداری شهر جالق در شهرستان سراوان و آتیش زدن. همون موقع 1 آذر 97 بخشداری جالق و آتیش زدن. نگاه کن، این هم از بخشداری جالق. ببینین اینو عرض کردم تا بگم مردم فقر زده این منطقه چیزی ندارن که از دست بدن. اگه مدام بهشون فشار بیاری، خصوصا اگر پاره تنشو بگیری بکشی، آوار میشه رو سرت، ساکت نمیشینه. این پیامدهای کشتار 4 اسفند رو داریم میبینیم. دوشنبه 4 اسفند انبوهی از سوختبران در یکی از ورودی‌های مرزی ایران و پاکستان در سراوان منتظر باز شدن مرز بودن که طبق معمول برن اونور بار اندکشون رو پیاده کنن و برگردن که به گلوله بسته میشن. روایت ها از این کشتار گرچه مختلفه، اما همشون در مورد یک چیز یک حرف واحد میزنن، اینکه مردم دست خالی به ضرب گلوله های سپاه پاسداران و بعد نیروی انتظامیشون کشته شدند. بعد وقاحت که میگم همیشه حد و مرزی نداره در نظام مقدس اینه. در این مورد اول مردم دست خالی رو میکشن تا فردا بعد از ظهرش هیچی نمیگن، هیچ اتفاقی انگار نیفتاده. فردا بعد از ظهر کشتار تنها کسی که حرف میزنه مسئول امنیتی استانه، میگه پاکستان زد، ما نزدیم. روزای بعد تمام استان رو میان میلیتاریزه میکنن، میبندن، میگیرن، کتک میزنن، بازداشت میکنن.
پنج روز بعد دادگاه نظامی تشکیل میدن برای بازداشت شده ها که تو سراوان و بقیه شهرها و مناطق استان به این جنایت اعتراض کردن. همیشه تا تظاهرات اعتراضی تو ایران میشه حکومت جمله همیشگیشو تکرار میکنه: خط مردم از اشرار و اجانب جداست. میلیون ها بار شاید شنیده باشید. و این خط مردم از اشرار و اجانب جداست در واقع دستور حمله به مردمه، دستور سرکوب مردم. سعید تجلیلی فرماندار سراوان در گفتگو با خبرنگار ایمنا اعلام کرد تعدادی از معاندان و اشرار به فرمانداری ورود کرده و با آن خسارتهایی وارد کردند. زمان که اولین جایی که مردم بهش حمله کردن ساختمان فرمانداری سراوان بود. یک هفته بعد رسانه هاشون می نویسن مردم سیستان و بلوچستان، ببینین توجه بفرمایید که من نمیدونم در کجای جهان چون این وقاحتی می شود یافت، هم در بین مسئولان حکومتش هم در بین مثلا روزنامه‌نگاراش و رسانه هاش. یه هفته بعد از کشتار رسانه هاشون میان می نویسن که مردم سیستان و بلوچستان دارن از خوشحالی خفه میشن. میبینید دیگه جغرافیای شادکامی در ایران بر اساس پژوهش این مال همین هفته پیشه، بر اساس پژوهش جهاد دانشگاهی درباره میزان شادکامی ایرانیان، قم، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مطلوب ترین جایگاه را داشتند. بعد ادامه میده شادکامی در این پژوهش از خوشحالی، از خوشحالی سطحی تا از رضایت سطحی تا خوشحالی عمیق را در بر می‌گیرد. قم فارغ از حوزه ها و حجره هاش که همینطور خوشحال تو هم میلولن آخونده و بچه آخونده، واقعیت هم این است که استان قم و استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان در شمار استانهایی هستند که هم به لحاظ فقر در رده های پله های بالان و هم به لحاظ به قول خودشون شادکامی. یه نمودار ببینین مال مرکز آمار خودشونه، ببینین درست همین سه تا استانی که پژوهش جهادیشون میگه که از همه خوشحال ترن در پنج ردیف اول فقیرترین استانهای ایران. این نموداری که دیدیم مال سال 95، در چهار سال اخیر این فاصله قطعا بیشترم شده. آمار مرداد 99 رو ببینید برای مثال، از 20 منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، 14 منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است که در آنجا نرخ فقر بین 75 تا 90 درصد است. سهم استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی سال 79 تا 96 از تولید ناخالص داخلی ایران حتی به 1.5% هم نرسیده است. در سال 98 میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی این استان پایین‌ترین سطح در میان خانوارهای شهری و روستایی کل ایران بوده است. سیستان و بلوچستان فقیرترین استان ایران طبق آمارهای خودشون حتی، با حد اکثر 1.5% تولید ناخالص ملی، یعنی فقط 1.5% از پول و خدمات کشور در این استان جریان داره. ایران 85 میلیون نفر جمعیت داره، 3 میلیون نفرشون تقریبا در استان سیستان و بلوچستان هم. یعنی حدود 1/3 کل جمعیت ایران و 1% کمتر از 1.5% از کل تولید ناخالص داخلی به سیستان و بلوچستان میرسه. علی میار محمدی نماینده زاهدان در مجلس دهم میگوید با توجه به اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان حدود 74% زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به صورت روزانه فعالیت میکنند و روزمزدند. 70% مردم آن منطقه به شبکه مخابراتی دسترسی ندارند. و
بعد این چهار تا نمیدونم غربی که میرن ایران نگاه میکنن ایرانو، بعد تو گزارشاشون مینویسن واو کشوری دیدیم که چقدر به ما عوضی معرفی کرده بودن، همه چیز وفور نعمت، همه مدرن. آجان سیستان و بلوچستان دومین از نظر پهناوری، دومین استان ایران. نماینده مجلستون میگه 70% مردم این منطقه شبکه مخابراتی دسترسی ندارن. حالا درباره چرایی این اوضاع در ادامه برنامه صحبت میکنیم، ولی این آمار چی رو نشون میده؟ اینکه 90% جمعیت این استان نون شبشون رو به زور تأمین میکنن، وقتی که گفته میشود که از وقتی طبق آمار سال 99 که دیدین خبرنگاری خبرگزاری نسیم منتشر کرده، نرخ فقر بین 75 تا 90% در مناطق روستایی شهرستان‌های استان و بلوچستان، وقتی 90% زیر خط فقرن و همه مناطقی که بعد از کشتار سراوان مردم ریختن به ساختمون فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و مراکز سپاه حمله کردن، از شمار فقیرترین مناطق این استان. عرض کردم وقتی که چیزی ندارن دست بدن، وقتی دیگه تو میخوای آخرین تیکه گوشتشون هم بکنی، آوار میشن رو سرت. برای نمونه ببینید وضع و ببینید، کورین یکی از بخش هاییست در بلوچستان که همین هفته پیش مامورای حکومت به مردم تیراندازی مستقیم کردن و عده‌ای کشته و زخمی شدن. مدت 20 سال خشکسالی تمام دمهای مردم از دستشون رفتن. امروز تنها شغلی که در کورین و اطراف کورین وجود دارد همین گزایل کشی است. همین جوانانی که اینجا واستادن والله بالله و تالله هیچ شغل دیگه ای نه غیر از گزایل کشی ندارد. یا یارانه 45,000 تومان. ما در کورین 960 زن بی سرپرست داریم که 960 خانوار تحت پوشش کمیت امداد هستن. هر یک از اینا حداقل 5 تا بچه دارد. چجوری این خانم میتواند بچه های خودش رو تربیت سالم بکنه و سالم به جامعه تحویل دهد؟ با کدام امکانات؟ تربیت سالم و تحصیل و تفریح از واژه هایی است که بچه بلوچ اصلا معنیشو بلد نیست. کلاس های ابتدایی پسرانه دخترانه و رهنمایی پسرانه دخترانه، دبیرستان دخترانه داخل یک فضای 5 کلاسه اداره میشه. عجب، تمام اینها، همه بله. این مقاطع تحصیلی بله. تو 5 کلاس. اول دبستان 400 نفر دانش آموز ابتدایی داریم اینجا. زمانی که برسه به اول دبیرستان برسه میمانه 10 تایش. خب میگه اینا چی میشن؟ اینا دیگه میرن برای دنبال مرد و گازوئیل. چرا میرن؟ چون میگه آقا ما چیکار کنیم دیگه، خواندن ما و نخواندن ما یکسان است. آمار خودشون میگه 3000 روستا در استان سیستان و بلوچستان آب ندارن. اون ملت از مجبوری از گرسنگی تو این جاده که اینا میرن، یعنی حیوان شهرستان رو بپرستی از اونجا نمیاد پایین تو دره. این با همین 2000ش میره، با جون خودش بازی میکنه، با خون خودش بازی میکنه، میخواد یک لقمه نون بخوره. لقمه نون هم درست حسابی نمیخوره. یا یه ما کار میکنه یا چپ میشه یا جلوی دولتی میفته بارش میزنن یا ماشینش میگیرن. او هم بره برگرده اگه ماشینش خراب نشه ساعت تومو میمونه، بچه همین مدرسه کلم دفترشو نمیشه. اون روغنشو مونده، برنجشو مونده، آردش مونده، پول برگ، پول آب، اینا مونده. آبی که این روزها نداره، هیچ وضعی نداره. تو الان تو این روزها آبی پیدا کن، با خدا آدم هست یه هفته سر صورتش نشوشته، یا حتی ممکنه آب نداره تو خونه که چای درست کنه بخوره. ما از خدام دولت ما یک کارخانه بزنه اینجا، اینا همه سرکار بشه. این جوان هیچ کس دنبال این گرفتاری ها نمیره. تو ببین این همه جوان رخته، اینا چکار کنه؟ الان آب خوردن از کجا میاری؟ ما از این طرف های رودخانه نسکند
از 15 کیلومتر میاریم مثلا هر یک سرویس 50 تومن 40 تومن. حالا یه لیتر آب اینجا چقدر به شما در میاد؟ 1500 تومن، 1200 تومن، 1300 تومن. اینجا برای مثلا یه لیتر آب می‌خرید 1300 تومن. بله 1200 تومن. این محمد رفیق یکی از اون عزیزان است که آب میاره اینجا توی روستا میفروشه با لاستیک دیگه، همین مشک همینو پر میکنه میاره اینجا، هر مشکی 35 تومان 40 تومان به مردم میفروشه اینجا. در برج که میشه یارانن میگیرن دوباره بهش میدن پول آب خوردنت رو. بله بله یارانن میگیرن بهش میدن. ببینید به این آقا برجی 250-300 تومان پول آبمه، یعنی وای 300 هزار تومان پول آب خوردن تو آب خوردن همه اینجا اینطوریه. بله بله بیشتر ما ماشین هم نداریم. چند نفر اینجا کارت یارانه شون رو در ازای آبی که شما میارید گرو میذارن یا میدن به شما؟ گرو نمیدن سر برج میشه خودشون خوشقولی میکنن میدن. چند نفر زیاده هم حدودن حسابی نیستن روستا دیگه من نمیستم بعضی که میده پول بالای مثلا 100 نفر بالای 500 نفر بالای 1000 نفر حدود 500 نفر. آره دو روزی که ماشینش تصادف کرد همه مردم خصوصا مثلا حوزه علمیه که ما دو روز تعطیل کردیم به خاطر آب. عجب یعنی ایشون اگه ماشینش تصادف کنه ماشینش تصادف کرده ما آب نداریم. مردم اگه در همین حد هم به هم نرسن و به هم معامله نکنن، همین کسی که آب میاره و چگونگی فروشش و اینها، از تشنگی میمیرن تو این استان. نه دولتی هست نه حکومتی، اما مسبب این بی‌آبی در استان خود همین حکومته. افغانستان 2 تا 100 ساخته روی رودخانه هیرمند، سومی رو هم داره میسازه که از غرب کابل میاد رودخانه هیرمند، میاد به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان میریزه. سد کجکی رو افغانستان قبل از انقلاب 57 ایران ساخت و سد کمال خان رو در دوره جمهوری اسلامی قبل از انقلاب سال 51 اگه اشتباه نکنم یا 1355 ایران با افغانستان قرارداد بست که طبق اون قرارداد آب باید همیشه در جریان باشه و در هر ثانیه و در هر ثانیه ببخشید 26 متر مکعب، یعنی 850 میلیون متر مکعب در سال سهم سیستان و دریاچه هامون باشه. در دوره حکومت طالبان تو افغانستان سال 76 تا 80 چهار سال سد کجکی کاملا بسته شد، سهم آب سیستان هم قطع شد. بعد از طالبان توجه بفرمایید، یکی از عوامل اصلی خشکیدن تالاب بین المللی هامون و ایجاد مشکلات فراوان برای مردم منطقه سیستان انتقال آب رودخانه هیرمند برای کشت مزارع در افغانستان است که عمدتاً کشت خشخاش می‌کنند. تا به حال دولت افغانستان از دادن حقابه به سیستان و دریاچه هامون شان خالی کرده است. بی ارزگی مسئولان جمهوری اسلامی در گرفتن حق ایران از آبخیز دریاچه هامون یعنی از رودخانه هیرمند باعث شده که آب نه برای آشامیدن نه برای کشاورزی باشه. بخش سنگینی از غله ایران و کشاورزی سیستان و بلوچستان میداد. 19 سال پیش یه که براتون بخونم، روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران 19 سال پیش نوشت فاجعه تمام عیار در کمین سیستان است، انبار غله ایران کشاورزی را از دست داده است و با ویرانی فاصله چندانی ندارد. افراد محلی 5 سال خشکسالی را به امید بهبود اوضاع تحمل کردند اما انتظارشان بیهوده بود. هامون همچنان خشک است. طوفان ماسه بیداد می کند. روستاها در زیر میلیون ها متر مکعب ماسه مدفون شدند. اثری از نیزارهای تالاب هامون دیده نمی شود. پرورش ماهی و گاو سیستانی متوقف شده. بیماری های تنفسی و چشمی افزایش یافته و مهاجرت جوانان شدت گرفته است. این مال 19 سال پیش بود. باشه ما حکومت مافیای قاچاقیم، به ما چه ربطی داره؟ بعد میاد همین امسال 1 آذر 99 اقتصاد آنلاین نوشت، میگه اینها جملات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان بازی در سد کمال خان است که در بالادست ایران قرار گرفته است. این جمله ها آب ما باید مهار شود و در اختیار ما قرار بگیرد. سد کمال خان هدف است. سد کمال خان برای ما ابزار است. سد کمال خان بعد از سلما، بعد از کجکی، بعد از بخش آباد و سلسله سدهای ماست. آب ما هدر نخواهد رفت. مرز ایران و افغانستان نقشه رو ببینین.
اگه برسیم به نقشه، خب این نقشه رو ببینین، مرز ایران و افغانستان با خط سفید مشخص شده. اینجا همونطور که میبینین بیش از دو سوم دریاچه سبخشی هامون در واقع در ایرانه. دریاچه هامون اگه بتونیم یه بار دیگه نشون بدیم که من توضیح میدم کامل روشن تر بشه، یعنی خب دریاچه هامون سه بخش داره که دو بخشش که دیدین رو نقشه مشترک با افغانستانه، که هامون صابری بیشترش در خاک ایرانه و یک بخشش هامون هیرمند کاملا داخل ایران و وسط سیستان بلوچستان. الان دارین کامل میبینین دیگه اون هامون صابری و بله. بعد خشکی دریاچه هامون که طرف راست عکسی که دیدین کاملا خشک بود در ایرانه. اون عکس سمت راست نشون داد که فقط قسمتی که در خاک افغانستان پر آبه. دو سوم دریاچه که در ایرانه خشک. مافیای جمهوری اسلامی فکر خشک شدن یا نشدن دریاچه و تالاب‌ها نیست، فکر چگونگی چپاول از مردم و از منابع ملی کشوره. ایران 31 استان داره که استان سیستان بلوچستان بعد از کرمان پهناورترین استان ایران، عرض کردم، تنها استانی است که با هر دو کشور افغانستان و پاکستان هم مرزه و مرز آبی به آبهای آزاد داره در دریای عمان از طریق بندر چابهار. ولی این امتیاز مهم که خاص استان سیستان و بلوچستان فقط به نفع سپاه شده. یک مقام استانداری سیستان و بلوچستان میگوید روزانه حدود 3 میلیون لیتر فرآورده های سوختی از این استان خارج میشود، در حالی که کل گازوئیل توزیع شده در این استان روزانه 1,350,000 لیتره. یعنی چی؟ یعنی دو سوم سوخت قاچاقی که از سیستان و بلوچستان خارج می شود از استانهای دیگر به ویژه تهران و اصفهان به طور قاچاق وارد بلوچستان میشه. یواشکی کی میتونه روزانه 2 میلیون لیتر از استانهای دیگر قاچاق کنه به بلوچستان به جز سپاه؟ مقدار سوخت قاچاق از ایران به پاکستان به طور دقیق مشخص نیست، اما تاجران سوخت میگویند که روزانه 100 تا 130 تانکر که هر کدام قابلیت 25 تا 40 هزار لیتر دارند گازوئیل قاچاق را از ایران به بلوچستان پاکستان حمل میکنند. سپاه میلیون ها لیتر گازوئیل هر هفته میبره اون برای مرز با قیمت 10 برابر میفروشه. بله اینجوری به این صورت سپاه و بعد به مرزهای خاکی برای قاچاق سوخت قطعا بسنده نمی کنه. مرزهای آبی هم دست خودشه. چابهار برای نمونه در جنوب استان سیستان بلوچستان که یک زمان شغل اصلی ساکنانش صیادی بود و همین دیروز پنج شنبه خبر رسید که سپاه تور صیادان در چابهار رو و ویدیوهاش پخش شده، تور صیادان در چابهار رو توقیف مثلا کرده، جمع کرده، در حالی که اینا مجوز صید دارن. الان چابهار فقط شده بندر قاچاق کلان سپاه پاسداران. سلام، خسته نباشید دوستان. نگاه کنید این گزایلار، نگاه کنید میپرستن برای این هم حکومت جمهوری اسلامی سوخبری بلوچ رو نمیذاره با تیر میزنه سر مرد. الان نگاه که این مشک گازویله با کانتین این همه مشکی گازویل همه شون کانتینه همه شون پره همه مشکی گازویله میپستن خارج. بله بزرگترین مافیای قاچاق منطقه در کنترل سپاه سوخت و مواد مخدر، بنابراین فرقی نداره برای سپاه و برای کل حاکمیت که وضع مردم منطقه چجوری باشه. منتها وقتی که افزایش گرویدن جوانای بلوچ رو به اعتراضهای خیابانی و به سیاست اعتراضی علیه جمهوری اسلامی حکومت میبینه دیده توی این نسل جدید در 10 سال گذشته
و هم اعتراض مردم استان به بیکاری و وضع بد معیشت بالا میگیره، میاد طرحی رو راه میندازه به اسم طرح رزاق که قرار رزق و روزی برسونه به مردم سیستان و بلوچستان. این طرح به قول خودشون کسایی رو پوشش میده که به فاصله 20 کیلومتر تا مرز افغانستان و پاکستان زندگی میکنن، داخل مرز ایران، این طرف افغانستان پاکستان. قرار میشود روزانه 500 لیتر گازوئیل بدن به هر خانوار که این گازوئیل ببره اون بر مرز بفروشه. قیمت گازوئیل سهمیه‌ای که میدونید تو ایران 300 تومانه، آزاد 600 تومان. حکومت میگه روزی 500 لیتر میدن به مرزنشین سوخبر، لیتری 2300 تومان. چرا 2000 تومان گرونتر؟ چون تو پاکستان گازوئیل لیتری 3000 تومانه. 700 تومان سودی که سوخبر میبره از فروش هر لیتر گازوئیل، البته همش مال خودش نمیشه، 40% هم مالیات ازش کم میشه. روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گزارش نوشت سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت مرز مشترک به طول 1500 کیلومتر با کشورهای همجوار استعداد بالقوه در افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و رشد اقتصادی کشور دارد. یعنی چی؟ یعنی از این طریق فرآورده‌های نفتی رو میفروشه، فروشش مثلا تحریمه، میفروشه، یعنی اینطوری تحریما رو دور میزنه. به وسیله کی؟ به وسیله مردم بدبختی که چاره جز سوخت بری ندارن. اول صحبت در روزی 500 لیتر بود، بعد کم و کمتر شد تا رسید به ماهی 1500 لیتر. اونم مدام در دعوای سپاه و دولت قطع میشه. ببینید، مدیر عامل تعاونی مرزنشینان میگوید قرار بود وزارت نفت ماهانه 1500 لیتر سوخت به هر عضو تعاونی تحویل داد که از طریق فروش آن ماهی 150 هزار تومان نصیب هر خانواده شود. او افزود نزدیک به دو ماه است که به بهانه کمبود سوخت سهمیه مرزنشینان قطع شده است. حتی اگر ماهانه 1500 لیتر به هر نفر بخوان بدن، از سهمیه استان سیستان و بلوچستان خیلی بیشتر باید داشته باشن. چیکار میکنن؟ از تهران و اصفهان کامیون های سوخت را میفته میره سیستان و بلوچستان. قانونی نخه قاچاق، هیچ سهمیه اضافی هیچ استانی نداره، سهمیه تعیین شده است. کی قاچاق میکنه طوری که از سهمیه تهران و اصفهان هم کم نشه؟ جز سپاه، حافظ ارزش های انقلاب اسلامی. در خدمت آقای دکتر عبدالستار سلطانی هستیم، عبدالستار دوشوکی هستیم. واقعا دلم رفت یه دفعه برای عبدالستار سلطانی، وکیل درجه یکی که در ایران آزادیخواه و شریف که نمیدونم چی کار میکنه، گاه در برنامه هامون میزبان ایشون بودیم، یادش سبز و همیشه امیدوارم تندرست و شاداب باشه. در خدمت آقای عبدالستار دوشوکی هستیم، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان. آقای دکتر دوشوکی عزیز، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. با تشکر از شما و دعوت شما و همکارانتون و بخصوص بینندگان برنامه بسیار خوب شما. درود بر شما. آقای دکتر، ابتدا اجازه بفرمایید که از همین جنایتی که دوشنبه 4 اسفند در سراوان اتفاق افتاد ازتون بپرسم و پیامدش. روایت ها مختلفه، شما بی تردید بسیار بسیار مطلع تر هستید از بنده و از بسیاری از خبرنگاران در این زمینه. دقیقا چه شد 4 اسفند در سراوان؟ دقیقا اینگونه بود که جمهوری اسلامی میخواست همین طرح رزاق رو اجرا کنه. حدود 1500 تا 2000 توییتا رفته بودن، از مرز گذشته بودن، هم به صورت قانونی که همیشه بوده، به اون ور مرز به پاکستان رفته بودن، گازوئیل خودشون رو تحویل داده بودن، میخواستن برگردن. در این ور مرز هم حدود 1500 توییتا بوده. جمهوری اسلامی مرز رو روز اواخر روز جمعه قبل از دوشنبه میبنده، شنبه و یک شنبه مرز بسته میشه تا دوشنبه 4 اسفند، و اینهایی که در دو سوی مرز به اصطلاح منتظر باز شدن مرز بودن، آذوقه‌هاشون تموم میشه، هم آب و هم غذا و نونشون در اون ناحیه مرزی واقعا جای دیگه ای نبوده. به همین دلیل بخشی از مردم از داخل
خاک پاکستان به طرف گیت یا همون دروازه میان که دروازه رو بگشوین و بیان داخل کشورشون، چون زن و بچهشون منتظر بودن. و این باعث میشه که مأمورین پاسگاه در شمسر به سوی اونها تیراندازی کنند، یک شلوغی خیلی زیادی وحشتناکی میشه. مأمورین پاکستانی تیراندازی کردن؟ نه، مأمورین ایرانی. اینی که جمهوری اسلامی گفته بود مأمورین پاکستانی تیراندازی کردن کاملا نادرست و فرافکنیه. تیربار در ویدیوها، برخی از ویدیوها نشون میده که تیربار جمهوری اسلامی از پاسگاه شمسر در این سوی مرز بوده و این باعث میشه که حدود تعداد خیلی زیادی کشته بشند و تعدادی زخمی بشند. و واقعیت اینه که جمهوری اسلامی این رو اعلام نکرده. برخی از سران طوائف هم که در ویدیوش هست در جلسه‌ای که با استاندار، با فرمانده سپاه، با جانشین ولی فقیه در استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل داده بودن همین هفته، گفته بودن به این مردم شما باید میگفتید که مرز بسته است. اینا با از این ور رفتن با گازویل، از اون ور خالی منتظرن که برگردن پیش زن و بچه هاشون. شما مرز رو بس دو سه روز بستید، اینها چه کار کنن اونجا از گرسنگی تلف بشن بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشه. من فکر میکنم شاید این عمدی بوده که جمهوری اسلامی میخواسته برای اجرای این تر واقعا به صورت خشونت ورزانه ای تعدادی رو بکشه. و چون جمهوری اسلامی متاسفانه زبانش زبان گلوله است در استان سیستان و بلوچستان، از طریق خشونت با مردم صحبت میکنه. آقای دکتر، درباره این طرح که میگین، شاید، چون واقعا با توجه به فرمایش شما برای منم همچنان سوال بزرگی است که اصلا چرا از جمعه مرز رو بست برخلاف قاعده همیشگی که باز بود لااقل این چند سال، چرا بست و تا دوشنبه مردم اونجا بمونن گرسنه و تشنه و کلافه و بعدم وقتی وانتای خالی بخواد برگرده ببندنشون به رگبار؟ اصلا چه قصدی داشته از انجام این کار؟ حالا شما میفرمایید که حدستون این است که به خاطر طرح رزاق بوده. بذارید در مورد طرح رزاق صحبت میکنیم. اول این خبرهای مربوط به کشتار دوشنبه و پیامدهاشو بفرمایید. باز در پیامد کشتار سراوان، اولا یک، در سراوان آخرین خبرها میدانید که چند نفر کشته شدن و چند نفر زخمی، و بعد در پیامدش به چند پایگاه سپاه و نیروی انتظامی در نقاط دیگر استان مردم حمله کردند، چقدر درگیری شد و آمار به طور کلی چند کشته و مجروح داریم در این روزهای بعد تا امشب؟ بلافاصله بعد از دوشنبه 4 اسفند من ویدیوهایی دیدم بخصوص از زخمی هایی که در بیمارستان های کویته پاکستان بودند. اونها میگفتند بین 35 تا 40 نفر کشته شده. ویدیوهایی هست که از این سوی مرز که ادعا میکنن 37 نفر کشته شده. امروز دیروز بود یا پریروز بود نمیدونم، به هر حال این هفته که کمپین حقوق بشر ایران گفته بود که اونها برای اونها محرز است که حداقل 23 نفر کشته شده. واقعیت اینه که بین 23 نفر تا شاید هم حد اکثر 40 نفر در اونجا کشته شدن با این رگبار و تعداد خیلی زیادی همونگونه که کمپین حقوق بشر ایران گفته بود زخمی شدن که حال بسیاری از اونها وقی است. در این ضمن این هم باید به خاطر داشته باشیم زخمی ها نمیرن بیمارستان، چون بلافاصله ممکنه معرفی بشن به نیروهای انتظامی و سپاه دستگیر بشن یا در خانه مداوا میشن یا سعی میکنن اینها رو به پاکستان ببرن و در بیمارستان هم اونجا مداوا بشن. از این نظر واقعیت اینه که آمار واقعی این کشتار وحشیانه رو ما نمیدونیم. من واقعا من وقتی میخوام در مورد البته داستان ظلم و ستمی که بر بلوچ و بلوچستان میره، چه در منطقه شمالی خودش در سیستان چه در جنوب، یک داستانی است پر آب چشم. ولی در این مورد به خصوص در روز دوشنبه 4 اسفند جمهوری اسلامی سقاوت و بیرحمی وحشتناکی رو به خرج داد بر روی مرزبانانی که فقط میخواستن برگردن پیش زن و بچهشون، ایرانی بودن، اینا رو کشتن. از این نظر بعد از اون خب مردم واقعا خشمگین شدن، نه تنها در استان سیستان و بلوچستان بلکه در سراسر ایران. به همین دلیل ما دیدیم تعدادی از مردم به فرمانداری حمله کردن، بخشداری ها حمله کردن و به پاسگاه ها اعتراض کردن. برخی از حملات به پاسگاه ها صورت گرفت و تا اونجایی که من میدونم در طی این هفته هم ادامه داشته، نه تنها در شهرهای استان سیستان و بلوچستان بلکه در مناطق بلوچ نشین مثلا استان کرمان مثل رودبار. آقای دکتر، از سپاهی ها و نیروی انتظامی و
احیانا مثلا فرماندار، کارکنان فرمانداری، یعنی میخوام ببینم این مراکزی که مردم بلوچ در این یک هفته حمله کردن در واکنش به کشتار بلوچ ها، اینها چقدر، چند درصدشون حدودا بومی بلوچستانن و چند درصدشون از استانهای دیگه آمدن سوار شدن در واقع رو اون موضوع؟ ببین، مسئولین در استان سیستان و بلوچستان، اکثریت قاطع مسئولین خب غیر بومی هستن، غیر بلوچ هستن، غیر سنی هستن، هیچ گونه سنخیتی بدنه‌شون هم بد اکثریت قاطع بدنه نیروهای انتظامی، کارمندان و مسئولین در رده‌های پایین هم اکثریت قاطعشون غیر بومی هستن. بخشی از اونها از هموندان سیستانی ما هستند که اونا از سیستان و زابل اومدن. و شما اگه استان سیستان و بلوچستان رو نگاه کنیم، این همیشه سهمیه بوده برای سیستانی ها، کرمانی ها، بیرجندی ها، یزدی ها و خود بلوچ ها به عنوان انسان های محروم. حالا در بعضی از جاها تعداد انگشت شماری بلوچ واقعا سر کار هست، ولی اکثریت اونها غیر بلوچ هستند. در خود بدنه سپاه هم چند هزار نفر رو به عنوان بسیج اشعری استخدام کردن، ولی خود تمامی کادرهای سپاه از بالا تا پایین، فرماندهان و غیره، همه غیر بومی هستند. غیر بومی هستند. برگردیم اجازه بدیم به همون درگیری ها و نارامی ها که در اون بعد از چهارم اسفند ادامه داشتم، همونطور که اشاره کردین، اعتصاب کسبه و بازار هم در شهرهای، دکتر اطلاع دارین که اعتصاب کسبه و بازار چقدر تا امشب ادامه داشته است؟ اعتصاب در روزهای اولیه، یعنی بلافاصله بعد از سه‌شنبه پنجم اسفند که این خبر در سراسر بلوچستان پخش شد، شروع شد. در اون هفته اول اعتصابات گسترده بود، در هفته دوم، یعنی در این هفته، اعتصابات کمتر بوده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از معتمدین، سران طوایف و به خصوص علما را تحت فشار گذاشته که مردم را به آرامش دعوت کنند و به اونها بگن که شما اعتراض خودتون رو ابراز کردید، چه از طریق به اصطلاح اعتصاب، بستن مغازه ها یا حتی آتش زدن لاستیکا توسط جوان ها یا حمله به پاسگاه های مختلف که در نوار مرزی بودن، همه اینها. و الان تا اونجایی که من میدونم در هفته دوم این اعتصابات کمتر شده، ولی اعتراضات مردمی، بخصوص اعتراضات جوانها در موقع شب از طریق آتش زدن لاستیک غیره، هنوز ادامه داره. بستن راه های به اصطلاح مواصلاتی. آقای دکتر دوشوکی، من در گزارش که دادم در قسمت اول برنامه اشاره کردم به طرح رزاق حکومت که شما هم اشاره فرمودین، که خواهش کردم بعد در ادامه درباره صحبت کنیم. حالا اجازه بفرمایید که تهدید یکی از مسئولان این طرح رو بشنویم که میگه هر کی مخالف این طرح باشه ما حذفش میکنیم. بعد برمیگردیم خدمت شما. بحث طرح رزاق، طرحی که معیشتی امنیتیه و به جهت ساماندهی فروش سوخت گازوئیل در منطقه شرق کشور، جنوب شرق کشور، حتما این طرح باب میل خیلی ها نیست و به اون خیلی ها هم عرض میکنیم که یا با مردم همراه بشن یا قطعا در این فرایند به فضل خدا حذف خواهند شد. آقای دکتر دوشوکی، طرح رزاق چرا باید مورد مخالفت مردمی باشد که از قبل طرح رزاق، اینجوری که طراحان می‌فرمایند، زندگیشون تأمین میشه؟ طرح رزاق همون گونه که ویدیو شما نشون داد یک طرح امنیتی هست که بنیه معیشتی داره ولی اهداف امنیتی داره، به این صورت که جمهوری اسلامی برخی از مقاماتش گفتند که بسیاری از این بلوچ ها، هزاران تن از این بلوچ ها، از طریق فروش گازوئیل یا سوختبری از سفره یا نظام جمهوری اسلامی دارند ارتزاق میکنند، ولی حاضر نیستند مثلا به بسیج اشعری سپاه بپیوندند. و جمهوری اسلامی مردم بلوچ رو غیر خودی میدونه، به همین دلیل اکثریت قاطع نیروهای انتظامی، مسئولین و نظامیان غیر بومی هستند. یعنی یک نوع
بیگانگی و جدایی است. و وقتی من این جدایی رو صحبت میکنم، یک فردی نیست که در خارج نشسته. آقای علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریشون گفت آقا واقعیت اینه که کل نظام مردم بلوچ یا کرد رو غیر خودی میدونن و این واقعیت رو مردم بلوچستان درک میکنن. کردستان هم به همین گونه است. در نتیجه این طرح رزاق رو مطرح کردن و گفتن کسانی که در شعاع 20 کیلومتری زندگی میکنن، اولا کمتر از 1% مردم بلوچستان در شعاع 20 کیلومتری مرز زندگی میکنن، تمامی بلوچستان فقیر هستند، اصلا ربطی نداره به اون شعاع 20 کیلومتری. این یک. دوم، در همین راستا گفتن یک کارت میدیم به 5 خانوار و حداقل 1 نفر از این خانوار هم باید بپیونده به بسیج عشایری. البته این رو به صورت رسمی اعلام نکرده بودن ولی به مردم گفته بودن که یکی از خواسته ها این است. چرا؟ چون فقط میخواستن کسانی که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری میکنن بتونن از این تر، از این سوخت به عنوان یک رانت استفاده کنن. جمهوری اسلامی یک رژیمی هست که بر مبنای رانت بنا شده، یعنی کسانی که جزو نظام هستن، امرای نظام هستن، میتونن از سفره نظام ارتزاق کنن به عنوان یک رانت، و اونهایی که نیستن خب میگن کار خودشون. چون جمهوری اسلامی سر و کاری با بقیه مردم نداره، هیچ گونه تکلیفی برای بقیه مردم، وظیفه‌ای در مقابل بقیه مردم نداره. از این یک. دومم واقعیت اینه که خب جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته با توجه به اینکه بسیاری از مردم حاضر نبودن برن به بسیج عشایری، ناچار شده این طرح رو مطرح کنه که هم معیشت باشه برای اونها، هم از اون ور پول در بیارن، هم این که اگر به بسیج عشایری پیوستن خوبی حقوقی دریافت کنن. آقای دکتر، کسی که عضو بسیج عشایری باشه چه کارهایی برای حکومت باید بکنه که کسی که عضو بسیج عشایری نیست نمیکنه؟ خب بسیج عشایری اولا در حوزه های مختلف امنیتی و نظامی و انتظامی کار بکنه. این حوزه ها میشه اطلاعات که در اصطلاح یا واژه محلی بهش میگن مخبری، یعنی جاسوسی، و همچنین اگر قرار بود که عملیاتی صورت بگیره این نیروهای بسیج عشایری رو به جلو میندازن، کما اینکه در این ویدیویی که در شمسر سراوان دیده میشد بخشی از اون نیروها بسیج عشایری بودن. حالا من مطمئن نیستم این بسیج عشایری به سوی مردم هم شیرلیک کرده یا نه، ولی به هر حال فرماندهاشون فرماندهای غیر بومی و فرماندهای نیروی انتظامی و مرزبانی و سپاه بودن. در واقع بسیج عشایری رو به عنوان اهرم فشار، به عنوان اطلاعات و مخبری و جاسوسی و با عنوان مجری طرح‌های مختلفی که در اون استان صورت میگیره، به عنوان مثال اگر درگیری صورت گرفت در یکی از شهرها، اینها از بسیج عشایری میخوان با توجه به اطلاعات و نفوذی که در بین مردم دارن برن تحقیقات بکنن و اطلاعات رو بیارن به جمهوری، به مقامات نظامی، و از اون ور در عملیات هم همراهی داشته باشن که مردم ببینن. مثلا میگن این عملیاتی که صورت گرفته توسط خود مردم محلی صورت گرفته. یک نکته آخر هم اینی که متاسفانه برخی از سران طوایف و سران عشایری، خان و خوانین و سردار، هرچی اسمشو بذاریم، اینا هم همراهی میکنن و افراد طایفه خودشون رو تشویق میکنن که به بسیج بپیوندن و اونها این رانت رو دریافت میکنن. و مشکل اساسی هم که جمهوری اسلامی پیدا کرده الان همان گونه که در برخی از جاها شروع کرده به مولوی ساختن، به ملا ساختن، امام جمعه ساختن، چون اکثریت علمای اهل سنت نمیخوان با جمهوری اسلامی همکاری کنن، مولوی میسازه. در از اون برم برای ما سردار و خان و سران طوایف ساخته. یه فردی رو که اصلا هیچ کاری نیست، ایشون رو به عنوان سر طوایف یا خان معرفی میکنه و مردم هم ناچار میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما فردی از خانواده یا قبیله شما رو، طایفه شما رو دستگیر کرده، شما ناچارید برید پیش همین آقای به اصطلاح خان و این خان میره به سپاه و اون فرد رو آزاد میکنه. در نتیجه در پروسه اجتماعی کنش و واکنش بین مردم و جمهوری اسلامی این افراد میان بالا، چون این افراد معتمد میشن، نه تنها معتمد مردم بلکه معتمد نظام هستن و مردم ناچارن به اینا رجوع کنن اگر افرادی از اون طایفه یا خانواده دستگیر شدن. آقای دکتر، میشود ارزیابی داد که چند درصد از جمعیت بلوچستان و سیستان هر دو
چند درصدشون عضو بسیج عشایری هستند؟ آخرین اخباری که من دارم در کلیت خودش، یعنی آخه بسیج عشایری هم چند نوع هست، یعنی شما یک کارت بسیج عشایری دریافت میکنید که میشید بسیج عشایری، ولی کاری نمیکنید، به زندگیتون میپردازید. هر موقع هم خواستن مثلا تظاهراتی را بندازن 22 بهمن و غیره، شما موظف هستید که اونجا بیایید. یعنی این نوع کارا. نوع دوم اونایی هستن که کارت بسیج عشایری دارن، مسلح هستند و اگر قرار بود که عملیاتی انجام بشه از اینها درخواست میکنند که بیان در عملیات شرکت کنند. این نوع دومشه. نوع سوم کسانی هستند که اصلا لباس بسیج عشایری دارن و در پاسگاه ها و پایگاه ها جزو کادر رسمی روزمره شبانه روزی هستند. همه اینا رو جمع کنیم، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان قریب به 20,000 نفر رو تا به امروز استخدام کردن در این سه رده مختلف. 20,000 نفر نسبت به جمعیتش و با توجه به فقری که در اون استان هست خیلی نیست. سوال این است که من این سوال کردم به خاطر اینکه ربطش میخواستم بدم به طرح رزاق، که چند درصد میشود ارزیابی داد که چند درصد طرح رزاق رو، یعنی کارت سوخت بهشون داده شده در پیوند با طرح رزاق؟ این طرح رزاق مدتی پیش شروع شده بود و تا اونجایی که من میدونم به بیش از چند هزار نفر تا به اکنون این کارت رزاق رو ندادن. این رو چون واقعیت اینه که کارت رزاق در عمل موضوعیتی نداشت، مرزها باز بود، همه میرفتن میومدن و مردم میدیدن که ما بریم کارت رزاق رو بگیریم، از اون ور یه پولی هم بدیم، از اون ور مجبوریم که به اصطلاح ریشمون رو پیش جمهوری اسلامی به گرو بگذاریم و اگر کاری از ما خواستن اون کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون این مرز آزاد، همه دارن میرن میان. به همین دلیل اینا دیدن که فقط دادن کارت رزاق خوب از نظر عملی که هیچ گونه فرقی نمیکنه، چون مرز آزاد، همه دارن میرن میفروشن. بله. و 5 میلیون تومان مثل این که میگرفتم برای که کارت سوخت رزاق رو بدن به هر فردی، اون اوالی همچین چیزی بود. بله متوجه شدم، یعنی میفرمایید که مردم بیشتر دیدن ضرر میکنن در واقع بخوان کارت رزاقو بگیرن تا رزق و روزیشون بیاد. آقای دکتر با توجه به محدودیت فرصت، چرا هیچ وقت جمهوری اسلامی به نظر شما نرفته از پای گرفتن حق آبه هامون؟ چون پایه رونق کشاورزی و دامداری در استان همین هامون بوده که از رود هیرمن تغذیه میشده. چرا جمهوری اسلامی فقط به همین قاچاق پرداخته؟ بله، من همیشه نوشتم و گریستم در مورد سرنوشت هامون و مردم سیستان. واقعا اونها قربانی جمهوری اسلامی شدن، به این صورت که متاسفانه همان گونه که شما هم در برنامه خودتون گفتید، افغانستان کمک‌های فراوانی دریافت میکنه از کشورهای مختلف دنیا، از جمله ایران. سد کجکی رو ساخت، الان سد کمال خان رو میسازه و همه این آبها در داخل افغانستان ذخیره میشه و به مزارع خشخاش و تریاک و غیره میره و این محصول نهایی این مزارع خشخاش هم به داخل خاک ایران بخصوص به بلوچستان میاد و موزل بزرگ دیگری که ما در بلوچستان داریم، موزل اعتیاد است که جاش اینجا نیست. ولی جمهوری اسلامی در عین حال ما میبینیم در چابهار بهترین امتیازات رو به افغانستان داده که افغانستان بتونه کالاهای خودش رو از طریق بندر چابهار و مرز سیستان به داخل افغانستان ببره و همین باعث شده که بسیاری از جاده های استان سیستان و بلوچستان به دلیل تردد این کامیون ها واقعا جاده های ناسالمی بشن و هزاران نفر، یعنی در 6 ماه اول امسال بیش از 900 نفر در این جاده ها کشته شدند. یعنی ما اگر نگاه کنیم سالی 1800 تا 2000 نفر در این جاده ها کشته میشه که بخشی از اون برمیگرده به این موزل کامیون های افغانی. و جمهوری اسلامی حتی به افغان ها در چابهار اجازه میده بدون گواهینامه رانندگی کنن. یعنی من واقعا، شما از من سوال رو پرسید، من انسان گیج میشه، انسان نمیدونه که این رژیم یک رژیم ایرانی هست یا یک رژیم اجنبی و بیگانه هست. یعنی اصلا برای منافع ملی ارزشی قائل نیست. یا وگرنه خود همین در همین هفته خود نماینده سیستان آقای حبیب‌الله دهمرده گفته بود که جمهوری اسلامی
در مورد مسئله حقابه هیرمند و هامون شکست خورده و من نمیدونم باید چی کار بکنیم، چون گفته تمام امتیازات رو به افغانستان دادیم ولی حاضر نیستیم یک حقابه از افغانستان بگیریم. به همین دلیل بهتر اینه که انسان واقعا سکوت کنه و بگه که این رژیم، من نمیدونم چرا اینقدر دشمنی داره با مردم بلوچ، با مردم سیستانی، اصلا با ملت ایران، که مثلا اگر مشکلی به وجود بیاد برای شیعیان لبنان یا برای حوثی‌های یمن یا برای هشت و شعبی عراق یا برای فاطمیون یا برای زینبیون پاکستانی و افغانی، جمهوری اسلامی تمام هم مقام خودشو به کار میبره که مشکل اونا رو حل کنه، اما مشکل مردم خود ایران رو حل نمیکنه. جمهوری اسلامی یک سوختبر رو به خاطر 100 لیتر بنزین به تیر میبنده، ولی همین جمهوری اسلامی و آب و آتش میزنه و تمام منافع ملی ایران رو به زیر پا میذاره تا 1 میلیون بشکه، یعنی 180 میلیون لیتر به ونزوئلا برسونه یا به بشار اسد در سوریه برسونه. من واقعا نمیدونم چطور امثال میشه اینو در جلوی تلویزیون نشست تجزیه و تحلیل کرد که شما این همه از مردم ایران، از منافع ملی ایران، از جایگاه ایران هزینه میکنید برای بیگانگان، ولی در مورد مردم محروم و مستضعف خودتون اجازه نمیدید 100 لیتر رو برن بفروشن و یه نونی برای زن بچه‌شون بیارن و اونها رو این گونه ناجوان مردانه به رگبار ببندید. اینها واقعیت‌های تلخی است که انسان نمیدونه به عنوان یه تحلیلگر در تلویزیون چگونه به اونها بپردازه. بله، و خب اینا هم در واقع ذکر مصیبته آقای دکتر دوشوکی عزیز، چون درسته که انعکاس اخبار واقعیت هاست، اما اون چیزی که بتواند استان پهناور سیستان و بلوچستان رو تبدیل بکنه به استان مولد، معادن سرشارش هست و بدانید من خدمت مردم عزیز ایران عرض میکنم که همین اورانیومی که ایران انقدر دنبالشه یکی از معادن عظیمش در همین سیستان و بلوچستانه، و بعد در چابهار هم عرض کردم با بودن جمهوری اسلامی، با ماندنش، با ادامه حیاتش، این فقر هر روز بیشتر و بیشتر می شود. سپاسگزارم آقای دکتر دوشوکی عزیز. با تشکر بزرم. چاره‌ای نداریم هیچ وقت بعد از برنامه صحبت گفتگو، بریم پرده آخر. موسیقی خوب الان دامنش خیلی وسیع هم شده، سر صداهایی که از وسایل برمیدارن اینا نوع حلال داره، نوع حرام داره. مثلا توی صدا سیما مواظبن همینا که مثلا اون نوع صداها که بخش میشه نوع حلالاش باشه. دیگه اینا رو هم پرسیدن، هم هستش، هم نوشته ها هست، هم کنترل میکنن. تو فقه هم گفتن که صدایی که موجب شهوت جنسی بشه، چه از وسایل در بیاد، چه کسی با دهن بخونه، این ممنوعه. بله، فقط زن و شوهر میتونن برای هم بخونن که بهره وری جنسی براشون حلال نسبت به هم. شب و روزگار خوش.